به برنامه قیود خوش آمدید. مهمان امروز ما یک سیاستمدار و دیپلمات سابق ایرانی است. او متخصص سیاست‌های هسته‌ای و امنیت خاورمیانه است. او حدود هفت سال به عنوان سفیر ایران در آلمان فعالیت کرد. همچنین بین سالهای 1997 تا 2005 رئیس کمیته روابط خارجی شورای امنیت ملی ایران بود. مهمان ما همچنین سخنگوی رسمی ایران در مذاکرات هسته‌ای با جامعه جهانی بین سالهای 2003 تا 2005 بوده است. از دکتر حسین موسویان، دیپلمات سابق ایرانی و کارشناس سیاست های و امنیت خاور میانه در مورد خاطرات تشدید تنش بین ایران و اسرائیل با توجه به تنش کنونی در منطقه و در مورد برنامه هستهای ای ایران و چالش های ای و بین المللی در مواجهه با آن میپرسند. و عن البرنامج النووی ایرانی و تحدیات الاقلیمیت و دولیه في التعامل معه. دکتر موسavian، به بلاقایود خوش آمدید. خیلی ممنونم. دکتر موسویان، دکتر موسویان بسیاری از تحلیلگران این روزا میگن ایران انتقام قتل اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران رو که وعده داده بود به تعویق انداخته اگه نگیم که لغو کرده گفته میشه ایران الان بر سر یک دوراهی قرار گرفته بین اونچه که قولش رو داده بود و شاید برخی فشارها از داخل برای اینکه عواقب چنین اقدامی رو محاسبه کنه and maybe some pressure from inside to calculate the repercussions of such move if it happens to my understanding iran will respond to ismail haniya's assassination in tehran تا جایی که من میدونم ایران به ترور اسماعیل هنیه در تهران پاسخ خواهد داد چرا که در سطوح بالا مقامات ایران تاکید کردند که پاسخ خواهند داد و این پاسخ به اندازه کافی قوی و معنادار خواهد بود تا جلوی دخالت های بیشتر در حریم و تمامیت ارزی ایران از سوی اسرائیل گرفته بشه اما مسئله زمان و نوع این عملیات مسئله نیست که آیا ایران پاسخ خواهد داد یا نه من معتقدم ها دارن بررسی میکنن تا جایی که من میدونم اونها در حال محاسبات مختلفی در مورد زمان و نوع پاسخ هستند به دلایل بسیار مهم یکی از اون دلایل این واقعیته که اسماعیل هنیه یک مقام فلسطینی بوده نه یک مقام ایرانی به همین دلیل واکنش ایران باید منافع فلسطینیان رو در اولویت قرار بده این روزها برای فلسطینی ها مهمترین و حیاتی ترین مسئله آتش بسه چرا که حدود یازده ماهه که بیش از چهل هزار فلسطینی کشته شدند بیش از نیمی از اونها کودک و زن بودند you بیش از دو میلیون نفر آواره شدند عملا غزه ویران شده نابود شده و بیش از صد هزار نفر مجروح شدند به همین دلیل که مهمترین مسئله برای جهان اسلام برای فلسطینی ها برای جامعه بین المللی آتش بسه قطر مصر و آمریکا در حال میانجیگری هستند و همه اونها گفتند که نسبت به نتیجه بسیار خوشبینند بنابراین ایران باید صبور باشه تا ببینه آیا آتش بس, بس برقرار خواهد شد یا نه اگر نشد ایران رو نباید به دلیل حمله به اسرائیل یا انجام عملیات علیه اسرائیل در این مدت مقصر دونست. ایران <clears> <yummy> <áis ofbuzzer under relaxed> Do dr musaviyan this sounds like yes, looking for an excuse for the moment. iranians <clears throat> not to respond as they have دکتر موسویان این به نظر میرسه ای باشه برای ایرانی ها تا پاسخی که قولش رو داده بودن ندن. تهدید به پاسخ هماهنگ از طرف ایران و حزب الله هم یک گزینه روی میز بود اما به نظر میرسه از اون هم صرف نظر کردن. همونطور که میدونیم حزب الله پاسخ حساب شدهش رو داد و گفت کار تمامه. آیا ایران خودش رو از انتقام قتل اسماعیل هنیه معاف کرده؟ First for you the factors. قبل از هر چیز اجازه بدید فاکتورهای مهم دیگه ای رو که باید یا ممکنه که در حساب و کتابهای ایران دخیل باشه برای شما توضیح بدم. اولی آتش بس بود که به اون اشاره کردم و دومی این واقعیته که همه ی رسانه های مهم روزنامه های جهانی حالا میگن نوشتن و اصرار دارن که بنیامین نتانیاهو به دنبال طولانی تر شدن جنگه به دنبال تبدیل جنگ غزه به یک جنگ منطقیه و به دنبال کشوندن آمریکا به جنگ با ایرانه بنابراین اقدام تلافی جویانه ایران یا پاسخ ایران نباید به شکلی باشه که جنگ منطقی و تسهیل یا آمریکا رو به جنگ با ایران بکشه و سومین عامل مهمی که هر روز در رسانه های بین المللی گفته میشه اینه که بنیامین نتانیاهو در شرایط داخلی بسیار سختی قرار داره اون در داخل اسرائیل با اتهامات جنایی روبروست نتانیاهو به دنبال اینه که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز بشه چون فکر میکنه میتونه با ترامپ بهتر از دموکرات ها برای تحقق اهدافش همکاری کنه و حکم دادگاه بین المللی درباره نسل کشی و دستگیری احتمالی نتانیاهو روی میزه به همین دلیله که تلاش میکنه درگیری گسترده تری در منطقه ایجاد کنه تا اول از همه بر انتخابات آمریکا به نفع ترامپ تاثیر بگذاره و raid democrats or خراب uh, create a broader conflict in the region in order to first of all impact the US election in favor of president Trump and to demonize democrats and second to و دوم برای نجات خودش از فشارها و تهدیدهایی که باهاشون روبروه هم در داخل و هم از طرف افکار عمومی بین المللی و همینطور پیامدهای بین المللی رأی دیوان بین المللی دادگستری به همین دلیل من معتقدم که ایران قبل از هر چیز بسیار مراقب خواهد بود پاسخ ایران نباید اخلالی در مذاکرات آتش بس ایجاد کنه. پاسخش نباید باعث ایجاد جنگ منطقی یا جنگ با ایالات متحده بشه و این پاسخ نباید بر وضعیت سیاسی داخلی آمریکا در انتخابات نوامبر 2024 هم تأثیر بگذاره و چشمانداز سیاسی در ایالات متحده رو تغییر بده. به همین دلیل فکر می کنم اونا به زمان نیاز دارن تا بتونن پاسخ مناسبی رو طراحی کنند. من شخصا مطمئن هستم که دیر یا زود پاسخ خواهند داد. Wow, چه نوع پاسخی؟ چون که عوامل زیادی دخیل هستند. روشنه که ایران نگرانی هایی داره برای زیر ساختاش به ویژه زیر برنامه هسته ایش. تا چند دقیقه دیگه به اون بحث میرسیم. اما وضعیت در مرزهای اسرائیل و لبنان کاملا بی ثباته و حزب الله بسیار با احتیاط عمل میکنه. سوال اینجاست که اگه قرار ایران به این شکل منفعلانه عمل کنه یا ملاحظه اقداماتی که برای آتش بس داره انجام میشه رو داشته باشه چه اتفاقی میفته اگه اوضاع در مرزهای اسرائیل و جنوب لبنان ناگهان بحرانی بشه و اسرائیل دست به نوعی اقدام نظامی بزرگ علیه حزب الله بزنه آیا ایران به نجات حزب الله خواهد آمد Against Hezbollah. Will Iran come to the rescue? First of all, it is uh, clear that neither Iran nor Hezbollah. Uh, اولا واضحه که نه ایران و نه حزب الله نه آمریکا نه اروپا نه جامعه بین المللی هیچ کدوم خواهان درگیری منطقه‌ای نیستند و برای همین دارن تمام تلاش خودشون رو برای جلوگیری از درگیری منطقه‌ای و یک جنگ منطقه‌ای به کار میبرند. اما اگر اسرائیل بخواد به لبنان حمله کنه این اولین بار نخواهد بود اسرائیل از سال 1982 در سال 2006 و در سال 2011 بارها به طور مستقیم به لبنان حمله کرده اونا هر هفته به خاک لبنان حمله میکنن این چیز جدیدی نخواهد بود من فکر نمی کنم که در صورت وقوع جنگ بین حزب الله و اسرائیل ایران مستقیما وارد جنگ بشه اما ایران هر کاری که بتونه برای حمایت از حزب الله و حمایت از لبنان انجام خواهد داد از نظر شما ایران چگونه از اونها حمایت خواهد کرد؟ چون اگه نمیخوان مستقیما درگیر رویارویی با اسرائیل بشن چطور میخوان از حزب الله حمایت کنن؟ فقط مسئله واکنش ایران نیست اگه به لبنان یا حزب الله حمله کنن فکر میکنم سایر گروه های مقاومت از حوسی ها گرفته تا هشت شعبی در عراق حماس جهاد اسلامی همه هر کاری که بتونن برای مبارزه با اسرائیل و شکست دادنش در جنگ علیه حزب الله یا لبنان انجام خواهند داد فقط ایران نخواهد بود من معتقدم که سایر گروه های مقاومت در پاسخ به اسرائیلی ها درگیر خواهند شد و اسرائیل باید در چندین جبهه بجنگه نه فقط با حزب الله حمایت ایران از حزب الله حدود چهل ساله که ادامه داره و همه اینو میدونند اونا به خوبی راه های حمایت از حزب الله و بلدن و امکاناتش رو هم دارند دکتر موسویان ایران دیس دکتر ایران این بار با استفاده از این محور مقاومت متحدانش، حوسیها، ها، الله، شبه نظامیان عراق که قرب و برخی از کشورهای منطقه اونها رو نیروهای نیابتی ایران میدونن قدرت خودش رو در منطقه نشون داد بعد از 7 اکتبر 2023 خیلی هم جدیتر شده. چرا فکر میکنید ایران این رفتار جسورانه رو در برخورد منطقهی با اسرائیل پیش گرفته؟ برچسب زدن به گروه های مقاومت در منطقه به عنوان نیروهای نیابتی ایران چیزی نیست که بعد از هفته اکتبر اتفاق افتاده باشه کشورهای غربی دهه هاست که به اونها برچسب میزنند اما همه میدونن که حوسی ها نیروهای نیابتی ایران نیستند. اونها هزاران ساله که بر یمن حکومت میکنن و همه میدونن که اگه قراره به گروه مقاومت برچسب نیروهای نیابتی ایران رو بزنید باید اسرائیل یا حتی برخی کشورهای عربی رو نیروهای نیابتی ایالات متحده در منطقه بدونید این درست نیست <applause> مورد دوم اینه که مسئله فلسطین فقط مسئله ایران نیست این مسئله بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون مسلمان در سراسر جهانه و مسلمانان، مردم کشورهای عرب و مسلمان همه مخالف تهاجم اسرائیل به غزه و کشتار فلسطینیان توسط اسرائیل هستند به همین دلیل که این بار حداقل بعد از هفته اکتبر نگاه ها به گروه های مقاومت متفاوته و همینطور که شنیدید بسیاری از آمریکایی ها شکایت دارند که چرا پرچم حزب الله رو در دانشگاه های آمریکایی و می ایران خب این فقط ایرانه که شما به کشورهای دیگه منطقه اشاره کردید ولی این فقط ایرانه که با اسرائیل و آمریکا در تقابل غیر مستقیم هرچند ایرانی ها و آمریکایی ها این فرمول رو هم درست کردند که منطقه را از جنگ تمام ایار در امان نگه دارند حالا دکتر موسویان گفته میشه که ایران داره از وضعیت فعلی استفاده میکنه از این موضوع پاسخ ندادن به قتل اسماعیل هنیه برای پیشبرد منافع خودش و تلاش برای اینکه دستاوردهای های دیپلماتیکی داشته باشه به خصوص در مورد برنامه هسته ایش اینطور نیست No, actually, uh, the has to do... نه برنامه هسته ایران رفتی به بحران کنونی قزه نداره بحران هسته ایران عملا در سال 2002 آغاز شد وقتی که جامعه جهانی متوجه شد که ایران قدرت غنی سازی رو پیدا کرده دوازده سال مذاکره بین ایران و قدرت های جهانی از سال 2003 تا 2015 برای رسیدن به نوعی توافق هسته در جریان بوده با این وجود در دوران پرزیدنت اوباما ایران و قدرت های جهانی به توافق رسیدند این تاریخ آقای دکتر موسوی این تاریخ و ما همه این حقایق رو میدونیم من منظورم حرفای آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایرانه که به شدت درباره اثرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته ایران صحبت میکنه و حتی میگه که باید توافق قدیمی رو فراموش کنیم و دوباره از اول مذاکره کنیم حتی رهبر ایران هم گفت گفتگو با دشمن با غرب و آمریکا ضرری نداره نه این واقعا تعبیر اقراق آمیزی از صحبت های آقای عراق چیه؟ چرا که حتی در زمان ریاست جمهوری آقای رئیسی ایران بر مذاکره اصرار داشت. حتی دولت محافظه کار رئیس جمهور فقید آقای رئیسی داشت با قدرت‌های جهانی مذاکره می‌کرد اونها اونا آماده احیای برجام بودن. حتی خود رئیسی هم گفت ما حاضریم برجام رو همون طوری که بوده احیا کنیم. هر دولتی که در ایران از سال 2015 سر کار اومده تکرار کرده که آماده است تا کاملا به برجام متحد باشه. این چیزی نیست که در زمان رئیس جمهوری پزشکیان اتفاق افتاده باشه اما اونچه که ممکنه در گفته های عراقچی جدید باشه اینه که گفت ممکنه نیاز به یک توافق هستهی جدید داشته باشیم چون ممکنه بخشی از برجام قابل احیان نباشه بنابراین اساسا ایران با برجام موافقت کرد ایران به مدت سه سال بدون هیچ خطایی برجام رو اجرا کرد و بعد از خروج ترامپ ایران همواره تاکید کرده که آماده است به برجام برگرده این هیچ ربطی به غزه نداره President taken upon himself اما آقای پزشکیان وعده داده که جایگاه ایران روابط ایران با اروپا و به طور کلی با غرب رو بهتر کنه. برای همین این حرکت آقای اراخچی و رهبر ایران مثل این میمونه که به واشنگتن بگیم ما هستیم، ما با شما کار میکنیم تا خاور میانه رو از یک جنگ بزرگ در امان نگه داریم. در مقابل ما چه چیزی به دست میاریم؟ وضعیت این طور به نظر میاد یا برخی همچین نظری دارن؟ نه شاید خیلی واقعیت رو نمیدونند دقیقا همین نوع دیپلماسی بین ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری آقای رئیسی هم وجود داشت. مذاکرات غیر مستقیمی بین دو مقام بلند پایه در جریان بود و مذاکرات مستقیمی بین مکدرک نماینده کاخ سفید و سفیر ایران در سازمان ملل صورت گرفت. با هم ملاقات داشتند در حال مذاکره بودند و تمام مذاکرات بر اساس دو موضوع مهم بود دقیقا نه 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 بذارید حرفمو تموم کنم همه مذاکرات بر سر دو موضوع بود یکی اینکه چطور میتونیم برجام رو احیا کنیم یا یک توافق هسته یه جدید داشته باشیم؟ دوم اینکه چطوری باید و میتونیم نقش منطقه ایران و آمریکا رو کاهش بدیم؟ این استراتژی آقای رئیسی بود. این چیزیه که پزشکیان هم اعلام کرده. اونا هم همین استراتژی رو دنبال میکنند. شما درست میگید. پزشکیان میخواد توافق هسته یه جدید هم داشته باشه یا توافق هسته ای رو احیا کنه. اون قصد داره تنش با آمریکا رو در منطقه کاهش بده که خیلی هم خوبه او میخواد ایران به FATF بپیونده او میخواد تحریم ها رو برداره دولت قبلی هم همینا رو میخواست این یک چالشه برای ایران آقای موسویان فراموش نکنیم که مردم ایران در شرایط سختی و تحت فشار تحریم طولانی مدت زندگی می کنند همونطور که گفتم آقای پزشکیان این موضوع رو هدف اصلی دستور کار خودش قرار داده مشکل اینجاست که به نظر می رسد قرب از ایران انتظارات بیشتری داره و ما شنیدیم که مشاوران امنیت ملی آمریکا چه گفتن اونا آماده پذیرش نشانه های ایران برای بازگشت به مذاکره درباره کل وضعیت نیستند. اول از همه اون چه مشاوران امنیت ملی اینجا در ایالات متحده گفتند بیشتر به دلیل انتخابات آمریکاست چون هیچ دولتی نمیتونه قبل از انتخابات نوامبر وارد مذاکره جدی دیپلماتیک با ایران یا از طریق قدرت جهانی بشه باید منتظر بمونن تا انتخابات تموم بشه یادتون هست یک سال پیش آقای بایدن هم نتونست دیپلماسی احیای توافق هسته رو ادامه بده و تصمیم گرفت سیاست جدیدی رو پیش بگیره سیاست عدم توافق ولی بدون بحران به خاطر انتخابات آمریکا رئیس جمهور بعدی آمریکا ممکنه روی کرده متفاوتی داشته باشه و تا جایی که من میدونم این امکان کاملا وجود داره که اونها حاضر باشن وارد مذاکره بشن اما یک واقعیتی وجود داره با شما موافقم خیلی درست میگید اولا وضعیت اقتصادی ایران خیلی بده تورم یعنی خیلی ها مشکلات زیادی از نظر اقتصادی دارن و پزشکیان تلاش خواهد کرد تا تحریم ها رو برداره تا وضعیت اقتصادی کشور بهتر بشه که البته این کار آسونی نیست در این مورد با شما موافقم اما من یک ده هست که گفتم در مصاحبه هام در مقاله هام تاکید کردم که هیچ توافقی بر سر فقط یک موضوع بین ایران و آمریکا یا ایران و غرب پایدار نخواهد بود. ما در زمان رفسنجانی و توافق بر سر مسئله گروگانگیری در لبنان تلاش کردیم. موفقم شد. موفق بود. اما در نهایت شکست خورد. ما در دوران خاتمی همکاری افغانستان، ایران و آمریکا رو برای مبارزه با تروریزم داشتیم. خیلی هم موفق بود، اما شکست خورد. توافق هسته‌ای در زمان روحانی بسیار عالی بود. به مدت سه سالم اجرا شد، اما شکست خورد. دلیلش اینه که به نظر شما این بار چی لازمه که به نتیجه‌ای برسه؟ نه، دلیلش اینه که نه، دقیقا میخواستم به حرف شما برسم دلیلش اینه که اختلافات ایران و آمریکا، ایران و غرب بر سر فقط یک موضوع نیست بر سر مسائل زیادیه بر سر مسائل متعدد منطقیه به همین دلیل که ایران و غرب ایران و آمریکا اگه قراره در مورد مسئله هستهی به توافق برسن باید مذاکرات گسترده تری داشته باشند که میتونه از مسئله ای شروع بشه و اگه توافق کردن اون وقت باید به مذاکرات مستقیم یا چند جانبه بر سر مسائل منطقی برسه و سر اختلاف قرب و ایران در مورد مسائل منطقی مذاکره کنند و حتی در مورد مسائلی مثل سلاحای کشتار جمعی دکتر دکتر موسویان همونطور که میدونید میدونیم که الان نه ترامپ و نه کامالا هریس موضع روشنی رو درباره نحوه برخوردشون با ایران بعد از ژانویه اعلام نکردن ژانویه زمانیه که ساکن بعدی کاخ سفید میاد سر کار آیا ایران آماده معامله هست چقدر آماده است آیا یک استراتژی برای تعامل با آمریکا بعد از انتخابات داره به خصوص اگه آقای دونالد ترامپ برگرده Mr Donald Trump comes back. No there is there is a, a good experience during President Biden Iran and the US نه تجربه خوبی در دوران ریاست جمهوری بایدن داشتیم ایران و آمریکا در اوت 2023 موقتا و محرمانه توافق کردند که مذاکرات مستقیم درباره توافق هسته ای آغاز کنند و بعد قرار بود برای مدیریت مذاکرات پنج به علاوه یک با ایران پیش برند و در مورد مسائل منطقه مذاکره کنند بر سر این موقتا موافقت کردند اما متاسفانه در ماه اکتبر که قرار بود ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم آغاز کنند جنگ با غزه پیش آمد. که همه چیز رو تغییر داد بنابراین من معتقدم که قصد سیاسی هم در واشنگتن هم در تهران برای مذاکرات احتمالی گسترده تر مثبته دکتر موسویان سوال آخرم از شما اینه که همونطور که می‌دونید زمانی که شما به عنوان سفیر ایران در آلمان خدمت می‌کردید ایران با اتهامی درباره هدف قرار دادن مخالفان سیاسیش در خارج از کشور روبرو شد. اخیراً دستگاه اطلاعاتی بریتانیا هایی رو در مورد نحوه رفتار ایران با برخی از چهره‌های مخالف یا حتی روزنامه نگاران از جمله همکاران ما در بی‌بی‌سی فارسی مطرح کرده. آیا انتظار دارید تهران تغییر و انعطافی در این مورد از خودش نشون بده اگر که در حال بهبود روابط خودش با بقیه جهانه است؟ امیدوارم فرصتی وجود داشته باشه چون این موضوع واقعا ناراحت کننده است اما باید بدونیم <تصفح> که این نگرانی ها دو طرف است <تصفح> چرا که ایرانی ها هم نگرانند که دو تابعیتی ها یا شهروندان اروپایی و آمریکایی وارد ایران میشن جاسوسی میکنند و دخالت میکنند. بنابراین این یک نگرانی متقابله اتهامات متقابل امیدوارم بتونن بشینن و حرف بزنن و این موضوع رو حل کنن و به ایرانیان خارج از کشور امنیت کامل بدن. دکتر حسین موسویان دیپلمات سابق ایرانی و کارشناس سیاست های هسته‌ای و امنیت خاورمیانه. از وقتی که برای ما گذاشتید سپاس گذاریم. خیلی ممنون.